رشته ورزشی واترپولو در عمر کمش توانسته رشد خوب داشته باشد. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون واترپولو میگوید این فدراسیون توانسته در طول 3 سال در شماری از ولایت‌های کشور نمایندگی داشته باشد. با این حال ورزشکاران از نبود امکانات، بی‌توجهی مسئولان ورزش و بالا بودن فیس عوض‌های شخصی برای تمریناتشان شکایت دارند. ظاهر نوری حرفی در مورد این ورزش دارد. تمرینات سخت و دشوار، نبود امکانات لازم در رشته های ورزشی همیشه سد راه ملی پوشان افغانستان قرار دارد. این رشته ورزشی قدرت، توانایی و امکانات زیاد می طلبد. اما با وجود تمام مشکلات این ورزشکاران امید به آینده و کسب افتخار به کشورشان دارند تا از این را بتوانند برای افغانستان مدال کسب کنند. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون واترپولو می گوید بالا بودن فیس هاوس های شخصی و بی توجهی مسئولان ورزش کشور از مشکلات است که ورزشکاران با آن مواجه هستند. اگر چی ورزش پرمصرف و پرهزینه است، به خاطر از اینکه اوزای سرپیچیده و اوزای اختصاصی از طرف دولت و کمیته ملی المپیک ریاست کارگر بدانی یا فدراسی نیست، اوزا کلش از طریق سفیر خصوصی متشبسین خصوصی ساخته شده. با این حال آقای حمیدی تاکید دارد که این فدراسیون توانسته در مدت زمان کم در ولایت های هرات، بامیان، غور، بدخشان، کابل، فرا و مزار نمایندگی داشته باشد. کم در کابل داریم، در هرات داریم، در مزار شریف داریم و در ولایت غور داریم، ولایت فرا. نظر به اینکه اونها اگر سرپیچیده نیستند که تمام فواصل استفاده شود، میشه در فصل های گرما و تابستان استفاده میشه. از روزی که بازی شروع شده تقریبا بسیار پیشرفت کردند، بسیار به معیار بین المللی برابر شدند. شماره از این ورزشکاران عضویت تیم ملی شنای کشور را نیز دارند. این هنرجویان از کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی خواهان توجه بیشتری هستند. مشکلاتی که در فدراسیون داریم نبود جایداد، نبود عرض استاندارده که باید خودمون شخصی داشته باشیم که نداریم. بچه ها علاقمندی خاص به این ورزش دارن، خودتان خوبتر میبینید که کلشان به یک شاخ شور علاقه فراوان و بسیار خوب تمرین ها میکنن. ما خوش هستیم، تمرینایشان عالیه. 3 سال از تأسیس رشته ورزشی واترپولو در افغانستان میگذرد. ایجاد و نمایندگی در شمار از ولایت‌های کشور، کسب جام تلاش و بازی جوانمردانه از رقابت‌های آسیا و کسب 4 مدرک بین‌المللی داوری از دستاوردهای این فدراسیون است. قرار است این ورزشکاران تا چند ماه دیگر در بازی‌های ساحلی آسیا در ویتنام شرکت کنند.